بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. قانون ضد مسلمانان در مجلس ملی فرانسه تصویب شد. تخریب مسجد پناهندگان روهینگیا در هند. و از آمادگی تاجیکستان برای پذیرش آوارگان افغانستان تا کمک مالی آمریکا. سلام بر حضرت ابا عبدالله حسین و درود بر شما بینندگان عزیز، به این بخش خبری خوش آمدید. مجمع ملی فرانسه قانونی موسوم به ضد جدایی طلبی که ماهیتی علیه مسلمانان دارد را تصویب کرد. بالاخره پس از 7 ماه رفت و برگشت لایحه دولت فرانسه موسوم به لایحه ضد جدایی طلبی و چرخش آن میان سنا، مجلس سفلا و مجلس ملی فرانسه این لایحه تصویب شد. تصویب این لایحه در مجمع ملی فرانسه در حال صورت گرفت که نمایندگان از هر دو جناح چپ و راست با آن مخالف بودند. نمایندگان مجمع ملی فرانسه با 49 رأی مثبت در مقابل 19 رأی منفی و 5 رأی ممتنع این قانون را تصویب کردند. قانون ضد جدایی طلبی لایحه جنجالی از سوی دولت فرانسه در پاسخ به آنچه حملات اسلامگراها به قانون اساسی این کشور و اصل سکولاریته خوانده شده است. پس از قتل و بریده شدن سر یک معلم که کاریکاتورهای پیامبر اسلام را در کلاس به دانش آموزان نشان داد، وزیر کشور افراطی فرانسه این قانون را که شامل محافظت از آزادی بیان در مدارس، مقابله با نفرت پراکنی در فضای مجازی و تمکین مسلمانان به قوانین جمهوریت و سکولاریته در فرانسه می باشد را معرفی کرد. بسیار از نمایندگان مجلس فرانسه، سیاستمداران این کشور و حتی نماینده آمریکا در امور آزادی بیان این قانون را افراطی و ضد اسلامی می دانند و از آن انتقاد کردند. حتی برخی از تحلیلگران معتقدند مکرون برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2022 به این قانون نیاز داشته است. به گفته آنها این قانون ممکن است ناآرامی و نارضایتی های گسترده ای را در پی داشته باشد. پناهندگان روهینگیا اعلام کردند که پلیس و مقامات دولتی پایتخت هند یک مسجد موقت را در اردوگاه روهینگیا تخریب کردند. کار ویران کردن این مسجد پس از آتش سوزی گسترده در این اردوگاه رخ داده است. این مسجد که از ورقهای پارچه برزنتی و چوبهای بامبو ساخته شده بود، در کمپی واقع در منطقه مادامپور خادر شهر دهلی نو ویران شد. این کمپ در جنوب شهر و هم مرز با ایالت اتار پرادش قرار داشت. تعدادی از پناهندگان گفتند که این مسجد با وجود درخواست آنها از مقامات مبنی بر عدم خراب کردن آن تخریب شده است. محمد 33 ساله در این باره گفت کار خراب کردن این مسجد 1 ساعت بعد از نماز صبح انجام شد. آنها به سرعت ابتدا دستشویی ها و یک پمپ دستی آب را تخریب کرده و سپس مسجد را ویران کردند. به افزود هنگامی که پناهندگان تلاش کردند اعتراض کنند، مقامات گفتند که آنها مهاجران غیرقانونی هستند که با اشغال کردن اراضی دارند زندگی می کنند. تعداد زیادی از پناهندگان اقلیت مسلمان روهینگیا که از کشتار ارتش و بودایی های میانمار گریختند در هند زندگی می کنند. این روزهایی که افغانستان شاهد حوادث و اتفاقات فراوانی است، موضوع رسیدگی به آوارگان و کمک به مردم از جمله مواردی است که نباید فراموش شود. بر همین اساس اتفاقات داخلی افغانستان دیگر کشورهای جهان به خصوص کشورهای همسایه این کشور را به واکنش‌های مختلفی وادار کرده است. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. در پی شدت گرفتن درگیری‌های داخلی در افغانستان، یک مقام رسمی تاجیکستان اعلام کرد این کشور میتواند 100,000 مهاجر افغانستانی را پذیرش کند. این موضوع در حالی اعلام شده که درگیری نیروهای دولت مرکزی افغانستان
با سنی های تندرو طالبان در جریان است و بخش هایی از مرز افغانستان و تاجیکستان تحت کنترل این گروه تروریستی قرار دارد. مسئول کمیته امور اضطراری در دولت تاجیکستان اعلام کرد دو محل برای اسکان آوارگان احتمالی در منطقه خاتلون و گرنو بدخشان در نزدیکی مرز افغانستان ایجاد شده است. پیش از این تعدادی غیر نظامی و سرباز افغانستانی به تاجیکستان پناه آورده بودند که این کشور همه آنها را بازگردانده است. در یکی دیگر از واکنش‌ها جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با اختصاص مبلغ 100 میلیون دلار از یک صندوق ویژه تامین نیازهای مبرم و غیر منتظره پناهندگان به افغانستان موافقت کرد. کاخ سفید اعلام کرد که بایدن همچنین موافقت کرده مبلغ 200 میلیون دلار در قالب خدمات و تامین نیاز سازمان‌های دولتی پرداخت شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آوریل گذشته اعلام کرد که دولت بایدن با کنگره برای اختصاص کمک‌های غیر نظامی دیگر به افغانستان به مبلغ 300 میلیون دلار همکاری می‌کند. روز جمعه بایدن در تماس تلفنی با اشرف غنی همتای افغانستانی خود متعهد شد که به حمایت از افغانستان ادامه دهد. گفتنی است طبق برآورد پنتاگون سنی‌های تندرو طالبان نیمی از مراکز ولسوالی‌های افغانستان را تصرف کرده‌اند. یک منبع امنیتی در عراق از شهادت 3 تن از نیروهای ارتش و نیروهای مردمی بر اثر یورش سنی‌های تندرو داعش در استان الانبار واقع در غرب عراق خبر داد. در این حمله چند تن دیگر نیز زخمی شدند. این یورش در نزدیکی شهرک الرتبه در نزدیکی مرز اردن رخ داد و دو نیروی ارتش و یک تن از نیروهای مردمی به شهادت رسیده و 3 نظامی ارتش نیز زخمی شدند. پس از این حمله نیروهای عراقی در حال جستجو در منطقه هستند تا تروریست‌هایی که با استفاده از عوارض جغرافیایی منطقه دست به این حمله زده بودند را بیابند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین با استناد به گزارش‌های داخلی استرالیا تبعیض گسترده علیه مسلمانان در این کشور را محکوم کرد. ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشستی خبری با اشاره به گزارش کمیسیون حقوق بشر استرالیا آنچه دورویی و اتخاذ استانداردهای دوگانه حقوق بشری توسط این کشور خان را محکوم کرد. کمیسیون حقوق بشر استرالیا در گزارش خود آورده است دست کم 80% از مردم مسلمان ساکن استرالیا با انواعی از تبعیض و تعصبات مواجه شدند. در این گزارش آمده یافته‌ها نشان می‌دهد که جوامع مسلمان استرالیا سهم بالایی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی امور خیریه در این کشور را دارند و با این حال با تبعیض گسترده مواجه هستند. لیجیان در نشست خبری خود به گزارش دیگر نیز اشاره کرد که از سوی دانشگاه ملی استرالیا انجام شده و نشان می‌دهد افرادی که دارای اسامی با خاستگاه غرب آسیا هستند شانس کمتری برای یافتن شغل دارند. این در حالی است که چین خود اجازه حضور و نظارت فعالان حقوق بشری و بازرسان سازمان ملل را در ایالت سینکیانگ نمی‌دهد، جایی که چین در آن متهم به نقض انواع مسائل حقوق بشری در قبال مسلمانان این ایالت مسلمان نشین است. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.